با نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتون بخیر. بنیاد آقا خان اولین مسجد مسلمانان را در غزنی بازرسایی کن. رئیس اطلاعات و فرهنگ تحت مدیریت طالبان در غزنی با نشر خبرنامه آغاز کار بازسازی مسجد تاریخچه باباجی از سوی بنیاد فرهنگی آقا خان در این ولایت خبر دادند. در این خبرنامه به نقل از فضل کریم احمدی رئیس هیئت دفتر بنیاد فرهنگی آقا خان در غزنی آمده که این بنیاد در سال روان کارهای مقدماتی استحکام این مسجد را روی دست گرفته تا در زمستان پیش رو از احتمال فروریزی آن جلوگیری شود. سقوط هواپیمای نظامی آمریکا سه نیروی دریایی کشته و 20 دیگر زخمی شده است. رسانه های بین المللی گزارش دادند که در پی سقوط یک هواپیمای حاملات بانکداران دریای آمریکا در شمال استرالیا سه نظامی این کشور کشته شده و 20 دیگر زخمی شدند. آشوتو پرس گزارش داد که این رویداد در جزیره مولیلو واقع در شمال استرالیا رخ داده است. بر اساس اطلاعات این هواپیما اسنما وی 22 اسپری بوده و در یک رزمایش نظامی مشترک حضور داشت. فدا حسین مالکی نماینده مردم و زاهدان در مجلس نمایندگان ایران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این مجلس میگوید که طالبان بخش کوچکی از افغانستان هستند. خبرگزاری گزارش داده است که فدا حسین مالکی از مقام های ایرانی خواسته است تا برای متقاعد سازی طالبان و پرداخت حقابه این کشور از روان هیرمند برق آب واردات ایران به ولایت های غربی افغانستان را قطع کنند. مالکی افزوده است راهکار مختلفی برای مقابله با طالبان داریم، چون ما هم آب و هم برق به ولایت‌های هم جوار مرزی مان در افغانستان می‌دهیم. سفارت افغانستان در شرایط در این باز شد که در موجی از مختلفات در کشور شکل گرفته، ما چاره‌ای نداریم و باید برخی از گزینه‌ها را برای مقابله با طالبان اجرا کنیم. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار.